سرخط مهمترین های امروز. چشم و امید حکومت افغانستان با جو بایدن و رهبری جدید آمریکا در پیوند با بازنگری روند طی شده گفتگوهای سال. سرور دانش طالبان را عامل بن‌بست در گفتگوهای دوهم می‌داند. گروه طالبان به خاطر این انعطاف ناپذیری که دارند عامل اصلی بن‌بست در مذاکرات در است. خشونت‌های بی‌پایان و قربانی شدن غیر نظامیان. تنها در دو رویداد در قندهار و غزنی 15 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. ما شام از کام وقت ریپورت کردیم و قرار است اسپالی بغلتی مزدا بوده بالا. بس قرار است بالا میشید سران کلاس. پس از 20 روز بررسی پایان نیافته مجلس از سندهای نامزد وزیران. روز یکشنبه آینده تصمیم نهایی انشالله کمیسیون معرف تحصیلات عالی است. آیا تا دو روز دیگر روند ارائه برنامه های این نامزد وزیران آغاز خواهد شد؟ عملی نشدن سفارش های کمیته مک در پیوند و جلوگیری از فساد از سوی اداره تدارکات. هنوز هم در سیستم تدارکات ملی پیچیدگی در قراردادها وجود دارد. و تلاش بایدن پس از در اختیار گرفتن قدرت برای لغو تصمیم های جنجالی دونالد ترامپ. بیننده مهمترین ها از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها در آغازم توجه کنید به یک خبر تازه. در برابر یک دانشگاه خصوصی در مرکز ولایت میدان وردک انفجار شده است. منابع به تلویزیون یک تایید می کنند که در برابر دانشگاه خصوصی دانش در میدان شهر انفجار رخ داده که شمار از غیر نظامیان در آن کشته و یا زخمی شدند. هنوز رقم دقیق تلفات و نهایت این انفجار مشخص نیست. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک با تلویزیون یک میگوید که در این انفجار 3 تن به شمول یک فرمانده حزب اسلامی به نام غیاث مشهور به بلال کشته شده است. افغانستان خواستار بازنگری روند طی شده گفتگوهای صلح افغانستان از سوی آمریکا. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری ابراز امیدواری میکند که رهبری جدید آمریکا روند طی شده را ارزیابی کند. با گفته آقای دانش، طالبان نسبت به موضعشان انعطاف ناپذیر هستند و روند گفتگوهای صلح در دوحه را به بن‌بست روبرو کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور نیست تأکید میکند که طالبان علاقه به گفتگوهای صلح ندارند، اما طالبان این گفته های آقای دانش را رد میکنند. ظاهرا حکومت از ادامه پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان در قطر راضی به نظر نمیرسد. میگوید طالبان انعطاف ناپذیر هستند و عمدن این روند را به بن‌بست روبرو ساخته است. اینجا سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از حکومت تازه آمریکا بر رهبری جو بایدن می‌خواهد روند طی شده مذاکرات صلح افغانستان را مورد بازنگری مجدد قرار دهد. این مقام ارشد حکومت افغانستان می‌گوید اکثر جنگجویان طالب که از بند حکومت رها شده دوباره به میدان‌های نبرد برگشتند. امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت آمریکا از روند طی شده یک بازنگری و ارزیابی مجدد صورت بگیره و مشکلات موجود باید رفع شود. آقای دانش همچنان طالبان را عامل اصلی به بن‌بست خوردن گفتگوهای صلح در قطر قلمداد می‌کند. می‌گوید گروه طالبان با وجود توافق با آمریکا هنوز هم ارتباطشان با سایر گروه‌های تروریستی را قطع نکردند. گروه طالبان به خاطر این انعطاف ناپذیری که دارند عامل اصلی بن‌بست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به 2 ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. صلحی که دیر پیش قدمی خداست معلومی است طالبان صلح نغواړي، دوی جنگ غواړي او که بیا دوی جنگ غواړي خدای افغانستان
د خلک د افغانستان د ملت او دولت بیا به تصمیم یوي. از سوی برخی از قانونگذاران در مجلس نمایندگان نیز توافقنامه امریکا و طالبان را ناقص عنوان می کنند. می گویند ایالات متحده امریکا در توافق با طالبان در قطر عجولانه برخورد کرده است. دوی هماغه موقف دی او غواړي چې د سولې ته نږدې سي او د سولې مذاکره میز باندې کله چې کښینی دوی د افغانستان یو څه ډیر قدرت خاوند سي. پر همدې خاطر باندې دوی جنگونو پر همدې موضوع باندې روان دي. اوس هم حکومت افغانستان با طالبان یا در مجموع مخالفینشان به یک توافقی با یک طرح دست نیافته، مذاکرات این چنینی چندان سود نداره. یک موردی بود که خام توسط جناب خلیزاد صاحب راه رفته شد و یک مشکلات را برای مردم وجود آورد. با این همه گفتگوها میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پس از گذشت نزدیک به 3 ماه در بنبست قرار دارد و هنوز هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. در پی انفجار موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی پایگاه نیروهای سرحدی در مرکز ولسوالی میوند قندهار 8 غیر نظامی کشته و 35 تن دیگر به شمول 20 سرباز پلیس زخمی شدند. مقام‌های محلی می‌گویند که حمله کننده انتحاری موتر نو مازدا را در بازار این ولسوالی انفجار داد که در پی آن بیش از همه غیر نظامیان کشته شدند. همزمان شمار از قربانیان حمله موشکی روز گذشته در نوآباد شهر غزنی امروز در کابل به خاک سپرده شدند. بستگان و عضوهای خانواده های این قربانیان خواهان شناسایی و مجازات عاملان این رویداد خونین هستند. در حمله موشکی عصر روز گذشته در نوآباد شهر غزنی 8 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این روزها خشونت در گوشه و کنار افغانستان به شدت افزایش یافته است. شام روز گذشته حمله موتر بمب‌گذاری شده قطعه شهرهای فرماندهی پلیس ولسوالی میوند قندهار را هدف قرار داد. حمله که در آن 8 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی ناوقت شام گذشته حمله کننده انتحاری موتر نو مازدا را در بازار ولسوالی انفجار داد که بیشترین قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. ما شام از کوام وتر ریکورد تلمن و قرار پس ولسوالی بغل تیم مازدا بوده بالا. بس درابس ورامي بشيله سره نکلاس ډیر نجر زره ورودای سوچ موږ ټوله منا داسې ګن کړلو او داسې خوکو منا داسې موږ چوز موږ مخته مشتله. در شرق کشور نیز شام روز گذشته یک موتر بمب گذاری شده حوزه دوم امنیتی پلیس پکتیا را هدف قرار داد. هرچند این حمله تلفات جانی نداشت اما ویرانی های زیاد بر جا گذاشته، از جمله این مسجد. مخکنه دینه چې دای هدف ته ورسیږي و پیژندل شو او لباین ولاړل ویلې چې په دغه ځای کې انفجار کړی ده. دغه مسجد عامو کورونو ولسونه ته زیات زیان رسیدلی ده. دغه حالات دا جنګونه دي کوڅه باندې څوارې داسې جنګونه وسو دغه غواړو چې جنګ د بند سي صلح وسي. بیګه ماشومان تقریبا تر 1 بجې پورې خوب نه کوتل بس مکمل چغل شغل زړل وډار شول. حمله راکتی عصر روز گذشته در منطقه نوآباد شهر غزنی نیز خشم شمار از عضوهای مجلس نمایندگان را برانگیخته است. فاجعه که در غزنی پیش آمده کم از فاجعه کوز کوثر و پانتون دانشگاه کابل نیست و در این قسمت اگر ولسی جرگه و همچنان دولت تحت فشار قرار نگیره پس وظیفه ما مردم چی خواهد بود؟ در ولایت غزنی همین دیروز تعداد از مردم مظلوم بیگناه زن و اطفال به شهادت رسیدن. فقط وظیفه ما این نیست که بگیم مسئولین امنیتی رسیدگی بکنند، ما وظیفه نظارتی داریم. با ادامه بنبست در گفتگوهای سال، خشونت هم در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است. خشونت که از دید بسیاری ها بنبست در گفتگوهای جاری سال در قطر را بیشتر خواهد کرد. امرالله صالح می گوید مهاجمان عمله بر دانشگاه کابل در پایان درگیری دستشان را با بم دستی انفجار دادند تا رد پای از خود بر جا نگذارند. 8 روز پس از حمله بر دانشگاه کابل تنها معلوماتی که با مردم و رسانه ها شریک می شود همین است که تلاش می شود با استفاده از فناوری و همکاری متحدان بیرونی هویت مهاجمان تثبیت شود. دانشجویان دانشکده اداره و پالیسی عامه هنوز در
شوک حمله هفته پیش هستند و میپرسند که چرا پس از این مدت حکومت هویت افرادی که این حمله را طرح و اجرا کردن فاش نساخته است. آرامش بازگشته به دانشگاه کابل یک هفته پس از حمله مهاجمان بر این بزرگترین نهاد تحصیلی در کشور. دانشجویانی که شاید هنوز حمله بر دانشگاه و جان باختن هم دانشگاهیانشان را فراموش نکردند. اما با امید به فردای بهتر و ادامه دادن راه قربانیان آن حمله، جنب و جوش را به دانشگاه کابل بازگرداندند. این ساختمان هم که گواه ریخته شدن خون تمام قربانیان حمله بر دانشگاه و درگیری چندین ساعته میان مهاجمان و نظامیان بود، حالا به شدت در حال بازسازی است. و خاطره های آن روز تلخ زیر قلم های رنگ اینان برای همیشه دفن خواهد شد. اما دانشجویان دانشکده اداره و پالیسی عامه که اکثر قربانیان حمله دوشنبه گذشته نیز دانشجویان همین دانشکده بود، تنها دلیل حضورشان در دانشگاه دریافت حقیقت است. اگر این کار طالب کرده خیلی شما صلح باقی داری، باقی میخوای بحث حساب کنی و اگر داعش کرده است چرا نابودش نمیکنه؟ چرا شما آمادگی نداشته؟ استخبارات شما کجا است؟ بس یعنی دولت باید حداقل موضوع خود در مقابل ما مشخص کنه و عاملین این سبب برای ما حداقلش معرفی کنه. تا حالا برای ما هیچ نهاد، هیچ کس، نه از حکومت، نه برای ما تانس چیز نگفته که این افراد از کجا آمده بودن، چه قسم وارد شدن، چطور آمدن، چطور تانستن که اینقدر مدت جنگ کنن. دانشگاه کابل پاسخ واضحی ندارد و مسئولیت را برگردن نهادهای امنیتی می اندازد. این سوال برمیگرده به ارگانهای محترم امنیتی که در این قسمت بر ما هم اطلاع بتن بدون شک و بر رسانه ها، بر نهادهای مختلف. ما بر فعلا اولویت مایی است که امنیت پوانتون کابل از گذشته کده جدیتر برقرار باشه. پاسخ حکومت هم چندان قناعت بخش نیست. معاون نخست ریاست جمهوری میگوید مهاجمان در لحظه های آخر دست هایشان را با بم دستی از بین بردند تا سرنخی برای شناسایی هویتشان باقی نماند. جزئیات بیشتری شریک نمی شود. دلیل هم مسئولیت تلاش ها برای پیشرفت بیشتر در این زمینه گفته شده است. حمله بر دانشگاه کابل تنها نمونه از حمله های پیچیده و بزرگ بر مکان های غیر نظامیان نیست، اما نگرانی کلان این است که مبادا این رویداد هم همانند رویدادهای مشابه قبلی به باد فراموشی سپرده شود. مجلس نمایندگان تا دو روز دیگر نامزد وزیران را به ارائه برنامه‌هایشان به مجلس دعوت می‌کنند. این در حالی است که هنوز روند بررسی سندهای نامزد وزیران به پایان نرسیده است. کمیسیون تفتیش داخلی مجلس نمایندگان هرچند از ارائه جزئیات خودداری می‌کند، اما می‌گوید در سندهای برخی از نامزد وزیران مشکل‌های وجود دارد. امان فرهنگ گزارش می‌دهد. مجلس نمایندگان بیش از 20 روز است که سرگرم بررسی سندهای نامزد وزیران است. کمیسیون های بررسی کننده میگویند هنوز بررسی ها به پایان نرسیده و تلاش می شود که به زودی تکمیل شود. اما رئیس مجلس تاکید می کند که سر از روز چهارشنبه نامزد وزیران را برای ارائه برنامه هایشان به مجلس می خواهد. سر از روز چهارشنبه هر روز ما جلسه داریم. به خاطر کاندید وزرا می آیند برنامه خود تشریح میکنند. الا رایگیری وزرا ما شما روز جلسه خود داشتیم. در حالی که بررسی سندهای نامزد وزیران هنوز در کمیسیون ها تکمیل نشده است. رئیس کمیسیون تفتیش داخلی میگوید سندهای برخی نامزد وزیران مشکل دارد، اما از دادن جزئیات در این باره خودداری میکند. مشکل پس ندو گیدی. اغا اسناد چی من وارو دیدی و چی تکمیل سی اغا اسناد من تا پورا نورا غلی. ځکه مشکل کیو وخت چې اسناد تکمیل نه خو مشکل ده کنه. ان شاء الله اسناد باندې کار شروع کړی ده د دې هفته اخیره پورې به ان شاء الله چې څو وزیران او اسناد تکمیل شوی هغه به ولسی جرګې ته ماری پیسي. هفته آینده سرنوشت کل کاندیدای محترمی که برای پست های احراز پست های وزارتخانه ها و همینطوری ریاست های مستقل که مطرح شده اینا سرنوشت شما شده. از سوی سندهای تحصیلی برخی نامزدان هم فاقد اعتبار گفته می شود.
اما رئیس این کمیسیون میگوید که تا یک شنبه هفته آینده بررسی ها تکمیل خواهد شد. ما فردا که سه شنبه است اخری سه تا وزیر سایبا را در کمیسیون دعوت کردیم با خاطر ارزیابی اسنادشان و در روز یک شنبه آینده تصمیم نهایی انشالله کمیسیون معرف و تحصیلات عالی است. هرچند بر اساس قانون مجلس نمایندگان باید سندهای نامزد وزیران را در مدت 4 روز تکمیل کند، اما مجلس میگوید با توجه به مشکلاتی که در سندهای نامزد وزیران وجود دارد در این مدت امکان پذیر نبوده و از همین رو طولانی شده است. موردهای مثبت ابتلا به کووید 19 در کشور افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی در یک شبانه روز گذشته 138 مورد مثبت جدید ویروس کرونا به ثبت رسیده و 12 تن هم جان باختند. وزارت صحت عامه با نگرانی از شیوع احتمالی موج دوم ویروس کرونا در کشور تأکید دارد که افزایش آلودگی هوا هم سبب گردش بیشتر و هم خطرناکتر شدن ویروس کرونا در کشور می شود. همزمان ریاست حفاظت از محیط زیست از شهروندان کشور می خواهد که در زمستان پیش رو با حکومت برای پاک نگه داشتن هوای پایتخت همکاری کنند. کابل که نزدیک به 6 میلیون شهروند را در خود جا داده است، امسال در آستانه فرار رسیدن فصل سرما با دو چالش بیماری کووید 19 و آلودگی هوا روبرو است. در روزهای پسین هم گردش ویروس کرونا بار دیگر حالت صعودی را گرفته است. در شبانه روز پسین 138 مورد مثبت این ویروس به ثبت رسیده و 12 تن از اثر این ویروس جان باختند. وزارت صحت عامه نگران است که با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش آلودگی هوا شیوع کرونا بیشتر خواهد شد. وقتی که یک کس یک دفعه خدا نخواسته و سرماخوردگی مبتلا میشه، هوای آلوده را تنفس میکنه و بعداً به ویروس کرونا مبتلا شوه، احتمال شدت مرضشان که مرضشان شدیدتر شوه بیشتر است. بخش بزرگی از آلودگی هوا محصول سوختاندن زغال سنگ و مواد دیگر دوزای سوختی که برای گرم کردن خانه ها، امام ها و هتل ها کار گرفته می شود است. شماری از پایتخت نشینان می گویند که هوای کابل از زمین حال آلوده شده و روز بر روز به میزان آلودگی افزوده می شود. زغال سنگ که سبب فرسودگی هوا میشه و آلوده را هوا را آلوده از مکروب میکنه، باید اما خود تاجر ما اصلا زغال سنگ هیچ وارد نکنند. و ایواز از او میتونن که قیمت از این را سر گاز پردن و گاز ارزان‌تر بسازن. وضعیت هوای کابل نگران کننده است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، فکر میکنم امراض کشنده دامنگیر جامعه خواهد شد. خواهش ما از دولتی است که نهادهای مربوطه که در رابطه ازن کار میکنن، فعالیت میکنن، در این قبال کارهای خوب و بهتری را در دست بگیرن تا بتانیم این زمستان هوای پاک و خوبی داشته باشیم. همزمان ریاست محیط زیست کابل هم میپذیرد که آلودگی هوا بر افزایش شیوع ویروس کرونا تاثیر بیشتری دارد. این نهاد از مردم میخواهد که برای پاک نگه داشتن هوای پایتخت آنان را همکاری کنند. نگرانی ما هنوز فعالیت بلند منزلا زغال سنگ مردم استفاده نکرده، 644,000 خانه فعالیت نمیکنه، وارونگی صورت نگرفته، یعنی سرچپگی هوا که هوای سرد در زیر هوای گرم متمرکز شوه، هنوز این مسائل نیست. اگر این موضوع بیاید امکان ازی است که فاجعه بسیار کلان شود. شهرداری کابل اما از عملی سازی برنامه‌های خبر می‌دهد که سبب کاهش آلودگی هوا می‌شوند. اینها هشدار می‌دهد که با منابع آلوده کننده هوا برخورد قانونی می‌شود. شهرداری کابل در حدود 7000 فعالیت‌های مختلف در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا، محیط زیستی و سطح محیطی انجام داده که فعالیت‌های مختلف را ما قبل از رسیدن فصل سرما کارهای عملیش را آغاز کردیم. نظارت همچنان وجود داره که با کسایی که تخلف می‌کنند و با کسایی که موارد را مراعات نمی‌کنند مطمئناً برخورد قانونی با اونا صورت می‌گیره. آلودگی هوای پایتخت در زمستان سالهای پسین چالش جدی برای پایتخت نشینان بوده است. سال گذشته میزان آلودگی هوا به جایی رسید که رئیس جمهور غنی آن را کشنده دانست و برای مبارزه با آن کمیسیونی را شکل داد. اداره تدارکات تا هنوز سفارش های کلان و مهم کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را در پیوند به جلوگیری از فساد عملی نکرده است. گزارش تازه این کمیته نشان می‌دهد که هنوز در سیستم تدارکات ملی در قراردادها پیچیدگی وجود دارد و نیاز است که این اداره روند اجرای اصلاحات را ادامه دهد. اما اداره تدارکات ملی تاکید دارد که روند عملی کردن سفارش‌های کمیته مک درباره جلوگیری از فساد
جریان دارد. از بهر جلوگیری از فساد در روند سپردن قراردادها در سیستم تدارکاتی، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری 37 سفارش را به اداره تدارکات پیشنهاد کرده بود. حالا گزارش تازه این کمیته نشان می‌دهد که از این میان تنها 4 سفارش به گونه کامل از سوی اداره عملی شده است. بر بنیاد گزارش کمیته مکس، سفارشا در سطح کوچک و میانه از سوی اداره تدارکات ملی عملی شده است و سفارشای کلان به ویژه در بخش شفافیت در استخدام پست‌های حکمی و پیچیدگی در قراردادها باقی مانده است. این معلوم میشه که سفارشاتی که باقی مانده از لحاظ اهمیت، پیچیدگی، تاثیر بالای سیستم مهمتر هستند و فیصدی بیشتری هم اتباع میکنن. خود طبعاً ادارات میخوان که در ابتدا اجراات خود چیزی که دواسشان است انجام بدن و موضوعاتی که پیچیده ترن میگذارن به ماموریت‌های بعدی و ما این انعطاف‌پذیری را داریم، ولی به معنا نیست که او اجراات که اینجا خوب باشد در اونجا مطمئن خوب است. اداره تدارکات ملی اما تاکید دارد که روند عملی شدن سفارشات کمیته مک در پیوند با سیب‌پذیری‌های فساد در این اداره جریان دارد. اداره تدارکات ملی از نشر گزارش پیگیری کمیته محترم مک استقبال می‌کند. کار بالای تمامی سفارشات همچنان ادامه دارند. باید گفت که پیشرفت های چشمگیر در تطبیق سفارشات مطابق پلان صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. اما در بخش از این گزارش از عملی شدن بخش از سفارش های این کمیته استقبال شده است. کمیته مک گزارش داده است که در مجموع از میان 37 سفارش 22 سفارش به گونه کلی، قسمی و کمتر از 50% عملی شده است. زمانگا راپور از من تحقیق خیلی چه دوی اراده داری ریفورم راولی جدیدی زکه که جدی نووسی دوی دومی سپارختن پیو وارن شروع کهی. کمیته مک گزارش نخست خود را در پیوند با سیب‌پذیری‌های فساد در اداره تدارکات ملی در ماه سرطان امسال نشر کرد. در بخش از این گزارش از اداره تدارکات ملی خواسته شده بود تا بالای مقامات فاسد تدارکات که زیر پیگرد قرار دارند تحریم وضع کند، اما تا هنوز این کار صورت نگرفته است. جو بایدن قصد دارد پس از در اختیار گرفتن قدرت در ماه جنوری با صدور فرمانهای اجرایی برخی از تصمیم‌های جنجالی دونالد ترامپ را لغو و وضعیت را به حالت قبل برگرداند. رسانه‌های آمریکایی از الحاق دوباره آمریکا به توافقنامه اقلیمی پاریس و همچنین عضویت مجدد آمریکا در سازمان بهداشت جهانی از نمونه اقدام‌های احتمالی جو بایدن یاد کردند، اما تاکنون به بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران اشاره نشده است. همزمان دنسی گراهام سناتوران برجسته جمهوری‌خواه ترامپ را ترغیب کرده است نتیجه انتخابات را نپذیرد. بایدن در تلاش احیای دوباره پیمان‌های شکسته شده توسط دونالد ترامپ. رسانه‌های آمریکایی نگاشتند که جو بایدن پس از در اختیار گرفتن قدرت در 20 جنوری قصد دارد با صادر کردن فرمان‌های اجرایی شماره از تصمیم‌های جنجالی دونالد ترامپ را لغو کند. لغو تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، لغو مقررات منع سفر شهروندان 7 کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا، احیای دوباره سیاست آمریکا مبنی بر دادن مدرک به مهاجران که در کودکی وارد این کشور شدند و نیز الحاق دوباره آمریکا به توافقنامه اقلیمی پاریس از موضوعات آن که شامل دستورهای اجرایی بایدن خواهند بود. تاکنون به بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران اشاره نشده است. رسانه‌های آمریکایی نگاشند این فرمان‌های اجرایی نیازمند تصویب کنگره نیست. آنچه جو بایدن برای آمریکا می‌خواهد برگردانیدن حقوق همه شهروندان آمریکایی به آنهاست. آمریکایی‌ها با یک باور و اعتماد به بایدن رأی دادند و می‌خواهند به آن برسند. آقای بایدن که پیروزی او روز شنبه پیش بینی شد، همکنون مشغول پیشبرد برنامه‌هایش برای به دست گرفتن قدرت در ماه جنوری است. مقابله جو بایدن با همگیری ویروس کرونا اولویت اصلیش خوانده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال اما هنوز شکستش را نپذیرفته و پیروزی بایدن نیز هنوز رسمی نیست، چون شمارش‌ها را در ایالت‌های کلیدی ادامه دارد.
همزمان لنسی گراهام از سناتوران برجسته جمهوری خواه ترامپ را ترغیب کرده است نتیجه را نپذیرد و به گفته او اگر ترامپ نتواند سیستم انتخاباتی را تغییر دهد دیگر هیچ جمهوری خواه نخواهد توانست رئیس جمهور امریکا شود. اگر جمهوری خواهان نتوانند سیستم انتخابات را تغییر دهند دیگر هرگز هیچ رئیس جمهوری از حزب جمهوری خواه موفق نخواهد شد که رأی کافی به دست آورد. رئیس جمهوری گزینه دیگری ندارد مگر اینکه کاخ سفید را رها کند. او از طریق راه‌های قانونی نتوانست رأی بیاورد. مناسب خواهد بود که او اجازه دهد بایدن قدرت را به دست بگیرد زیرا او عملا انتخابات را برده است. بایدن شنبه شب در اولین سخنرانی با عنوان رئیس جمهور منتخب گفت که اکنون وقت التیام زخم هاست و قول داد که کشور را نه دچار شگاف بلکه متحد کند. جورج بوش جمهوری خواه و رئیس جمهور سابق امریکا با تبریک گفتن به آقای بایدن به مردم امریکا اطمینان داده است که انتخابات منصفانه برگزار شده و نتیجه روشن است. در گزارش ایدیس فاروقی هم از تازه های ورزش خواهد گفت. رقابت های انتخابی ماشت زنی در رده های وزنی نونهالان و نوجوانان در کابل آغاز شد. 517 ورزشکار از تمام باشگاهی پایتخت شرکت کردند که در پایان 52 چهره برتر به تیم های منتخب ماشت زنی نونهالان و نوجوانان شهر کابل شناسایی خواهند شد. این رقابت ها در رده های وزنی 35 تا مثبت 80 کیلوگرم نونهالان و نیز 44 تا مثبت 80 کیلوگرم نوجوانان برای 10 روز پیگیری می شود. رقابت‌های قهرمانی رگبی دختران با قهرمانی دانش آموزان لیسه زرغونه به پایان رسید. این تیم در دیدار نهایی با حساب 20-10 دختران دانش آموز لیسه مریم را شکست داد و به جام قهرمانی رسید. تیم‌های رگبی لیسه ملکه ثریا و الفتح به ترتیب سوم و چهارم شدند. 4 تیم از 4 لیسه شهر کابل در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. تیم فوتبال سئولو با فرید سادات قهرمان لیگ یک فنلند شد. این تیم که فرید سادات مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال کشور را در اختیار دارد، شب گذشته در آخرین بازی رقابت‌های لیگ دسته یک فنلند با 6 گل حریف خود ام پی میگلی را از پیشرو برداشت و قهرمان شد. در این دیدار فرید سادات 1 گل و 1 پاس گل تیمش را به نام خود ثبت کرد. سئولو با این پیروزی 55 امتیازی شد و به رقابت‌های لیگ برتر فنلند در سال 2021 راه یافت. در بازی های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر سیتی و لیورپول با تساوی 1-1 برابر هم رضایت دادند. نخست لیورپول در دقیقه 12 به پنالتی دست یافت که محمد صلاح پشت توپ قرار گرفت و گل نخست را به ثمر رساند، اما در مقابل و در دقیقه 32 گابریل جیسوس مهاجم برزیلی منچستر سیتی روی پاس دیبروین گل تساوی را وارد دروازه لیورپول کرد. در آخرین بازی از هفته هشتم نیز آستون ویلا با حساب 3-0 آرسنال را در خانه شکست داد. مهمترین ها این قصد بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.